مقامات فیوجا با توجه به اقدامات عملی که میتوانند متخصصین دانشمندان ما انجام بدهند و به هر حال دیری نخواهد بود که ما سقف 300 کیلو رو عبور خواهیم کرد. چه بهتر که هرچه زودتر، اگر میخواهند که همین محدوده ها حفظ بشه، هرچه زودتر اقداماتی که میخوان کشورهای اروپایی انجام بدن. ما البته با روسیه و چین مشکلی نداریم، همکاریامون با اونها به خوبی پیش میره در حوزه های مختلف. اروپایی ها هم حداقل در بیان سیاست هاشون اعلام میکنن که مخالف این تحریم ها هستن، اعلام میکنن که موافق برجام هستن، اعلام میکنن که دارن تلاش میکنن در ارتباط با برداشتن تحریم ها و ایجاد سازوکارهای مختلف. اما اونچه که مهم هستش این هستش که به لحاظ عملی جمهوری اسلامی ایران برمند بشه. ما انشالله جلسات و نشست های بیشتر هم خواهیم داشت. به زودی ما میرسیم به 300 کیلو و عبور خواهیم کرد. این که چند روز میشه اجازه بدید که ما آماری که میگیریم به شما بدیم، ولی فکر نمی کنم زیادتر از، یعنی به چند هفته نمیرسه، به سرعت ما میرسیم به این مرز. این که چطور این کارو داریم میکنیم، خب ما داریم تولید 3.67% میکنیم. ما تولیدات دیگه هم داشتیم، الان تمرکزمون بر 3.67% به اضافه یک سری تغییرات. این تغییرات رو هم ما با توجه به اینکه به لحاظ در واقع تعهدات آژانس باید اعلام میکردیم به آژانس، تعهدات پادمانی، اون رو هم اعلام کردیم، به لحاظ فنی تغییراتی دادیم که این امکان رو ایجاد کردیم. الان ظرفیت تولید 3.67% رو 4 برابر کردیم که این مفهومش این هستش که این مقدار باقی مونده خالی 300 کیلو خیلی سریع پر میشه. اینکه چند روزه معرض کردم، قطعا چند هفته نخواهد بود، ولی چند روزش بستگی به نحوه عملکردی که داره، آماری که به ما خواهند داد.